به نام خدا. دوستان عزیز سلام، من سعید هستم از کانال هلوتک مارکت و با یک ویدیوی دیگه در خدمت شما هستم. توی این ویدیو قصد داریم با کمک یک منبع تغذیه خازنی که با برق 220 ولت کار میکنه و یک 12 ولت DC رو برای ما تهیه میکنه، یک مدار تأخیر در قطع درست کنیم که این مدار تأخیر در قطع در واقع یک جور تایمر هست. از کاربردهای این مدار میتونیم به تایمر راپله اشاره بکنیم و یا اینکه مثلا چراغ انباری رو به مدت 3 دقیقه روشن کنید و بعد از اینکه کارتون تموم شد و رفتید چراغ خودش خاموش شه. پس بنابراین باید در نظر بگیرید که این مدار رو برای کجا میخواین طراحی کنین و کاربردش رو دقیقاً بدونید. همونطور که گفتم این مدار از منبع تغذیه خازنی استفاده میکنه و ما قبلا تو یک ویدیویی روش ساخت منبع تغذیه خازنی رو بهتون آموزش دادیم، اینجا هم دقیقاً از همون استفاده کردیم. اگر اون ویدیو رو ندید لینکش رو براتون میذارم و حالا یک ولتاژ گیری انجام بدیم و ببینیم که مدار چجوری کار میکنه و بعد بریم روی شماتیکش. روی شماتیک همه چی رو براتون توضیح میدم. خب همونطور که میبینید ما تو ورودی 230 ولت برق داریم و حالا خروجی رو هم یک بار بگیریم که یک ولتاژ DC هست. فقط کافیه که من دو سر دیود رو بگیرم، دیود زنری که در اینجا قرار گرفته و ولتاژی که در خروجی داریم نزدیک 14 ولته، 14 ولت DC. اینجا یک ریلی 12 ولتی استفاده کردیم و حالا میخوایم ببینیم مدار چجوری کار میکنه. من وقتی که این کلید رو فشار بدم بیس این ترانزیستور تحریک میشه و مدار عملا شروع به کار میکنه، اما با تاخیر خاموش میشه. دلیل این که با تاخیر خاموش میشه وجود این خازن هست که در ادامه روش شماتیک کامل بهتون توضیح میدم. یک بار عملی مدار رو ببینیم، کافیه که من این کلید رو فقط یک بار فشار بدم. میبینید که مدار رو اندازی شد، رله را افتاد و حالا شما میتونید از کنتاکتورهای نرمالی اوپن و کام استفاده کنید برای روشن کردن یک وسیله برقی و یا از نرمالی کلوز و کام استفاده کنید برای خاموش کردن. این دیگه بستگی به خودتون داره که چجوری بخواید از مدار استفاده کنید. خازنی که من تو مدار استفاده کردم 2200 میکروفاراده و نزدیک 1.5 دقیقه طول میکشه که تا رله خاموش بشه. با تغییر ظرفیت این خازن و یا این مقاومتی که به بیس ترانزیستور رفته ما میتونیم تایم رو بالاتر یا پایینتر ببریم. حالا برای نمونه من خازن رو تغییر میدم و با یک ظرفیت کمتری تعویضش میکنم تا ببینیم چه تغییری ایجاد میشه. حالا این خازن رو با یک خازن ظرفیت پایینتر با 220 میکروفاراد تعویض میکنم. یک بار دیگه دکمه رو فشار میدم، مدار رو اندازی میشه. چون ظرفیت خازن پایینتره این دفعه زودتر خاموش میشه. دفعه قبل چون ظرفیت این خازن بالاتر بود و 2200 میکروفاراد بود زمان بیشتری نیاز داشت. خب ببینید رله عمل کرد و پس مشخصه که ما اگه ظرفیت خازن رو پایین بیاریم تایم عمل کرده مدار کمتر میشه. خب این مدار 100% عملیه و قابل استفاده است و فقط تنها کاری که باید انجام بدید اینه که حتما مدار رو توی یه باکسی قرار بدید به خاطر ایمنی بیشتر و همون بحثایی که در خصوص منبع تغذیه خازنی قبلا راجع بهش صحبت کردیم. خب بریم روی نقشه. خب همونطور که در اینجا میبینید ولتاژ 220 ولت از اینجا وارد میشه. خب ما اینجا یه دونه VDR هم توی این مدار گذاشتیم که حالا توی مدار عملیش من استفاده نکردم، ولی خب این خیلی خوبه که VDR رو بذارید برای محافظت از مدارتون. راجع به VDR هم که قبلا صحبت کردیم هم توی بحث منبع تغذیه خازنی و هم در مورد خودش که در واقع به این VDR همون وریستور یا وریستور هم میگه. خب همونطور که میبینید یک خازن پلی‌استر 1 میکروفارادی و یک مقاومت 560 کیلو اوهمی با هم دیگه موازی شدن و در مسیر برق 220 قرار گرفتن که کار این خازن این هستش که ولتاژ رو کاهش بده. یک مقاومت 100 اوهمی سر راهش قرار دادیم و بعد وارد پل دیودی کردیم. در خروجی ولتاژ مثبت و ولتاژ منفی در دو سر این خازن برای ما ساخته میشه و این خازن هم که ریپل این ولتاژ DC رو میگیره و یک ولتاژ DC صاف به ما تحویل میده. این ولتاژ 12 ولت از این سمت میاد وارد بوبین میشه و از سمت دیگه قراره برسه به کلکتور ترانزیستور که اگر ترانزیستور تحریک شد از طریق امیتر وصل بشه به زمین و بوبینش عمل کنه و حالا این کنتاکتور عمل کنه. حالا هرچی که ما خواستیم اینجا میتونیم وصل کنیم و استفاده کنیم. این دیود معمولی یا همون دیود 1.4 ضرفتی که به صورت معکوس با بوبین موازی شده دیود هرزگرد هست. اگر در مورد دیود هرزگرد اطلاعی نداری ویدیوش براتون
میذارم. خب اینجا هم یک LED و یک مقاومت 1 کیلو بین پایه مثبت و پایه کلکتور قرار گرفته که هر موقع ترانزیستور سویچ کرد هم رله و هم LED روشن میشن و وقتی که ترانزیستور خاموش شد این LED هم باش خاموش میشه. حالا این خیلی واجب نیست ولی خب ما برای اینکه بتونیم نشون بدیم که مدار داره عمل میکنه این رو قرار دادیم. و اما اتفاق اصلی که در واقع روشن شدن ترانزیستور هست توسط این کلید، این مقاومت و این خازنه. زمانی که شما برق 12 ولتی که در این نقطه قرار گرفته رو توسط این کلید به این مقاومت میرسونید و به بیس این ترانزیستور میرسه، ترانزیستور روشن میشه و کلکتور به امیتر راه میده و ولتاژ 12 ولت از این سمت میاد از بوبین از کلکتور به امیتر و زمین میشه و رله روشن میشه. اما وقتی شما دستتون رو از روی این کلید بردارید، ترانزیستور خاموش میشه. چیزی که باعث میشه ترانزیستور روشن بمونه این خازنی هستش که در اینجا با ورودی بیس امیتر موازی شده و زمانی که شما دستتون رو روی این کلید میذارید این خازن هم شارژ میشه و وقتی که دستتون رو از روی کلید برداشتید بیس ترانزیستور توسط این خازن در واقع تغذیه میشه و تا زمانی که این خازن تخلیه بشه توی بیس ترانزیستور روشن میمونه و همچنان رله روشن میمونه. زمانی که این خازن تخلیه شد ترانزیستور خاموش میشه و رله رو خاموش میکنه. حالا شما میتونید با تغییر این مقاومت 10 کیلو که در ورودی بیس ترانزیستور قرار گرفته و یا این خازنی که اینجا قرار گرفته مقدار تایم رو کم و زیاد کنید و به تایم دلخواه خودتون برسونید. امیدوارم که این ویدیو هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه و مرسی از لایکاتون و مرسی از کامنت های دلگرم کنندتون. برای همتون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.